مسجدی با 83 سال قدمت توسط شرکت راهن کنیا در کیسوما و در بخش غربی این کشور تخریب گردید. به گزارش شویوز اخبار شیعان جهان این اقدام که توسط ماشین های تخریب انجام گرفت و مسجد قدیمی و کهن را در عرض یک ساعت با خاک یکسان کرد باعث خشم و محکومیت شدید از سوی اعضای جامعه اسلامی در کنیا شده است گفته می شود این مسجد یکی از بزرگترین مساجد در این شهر بوده است و شرکت راهن کنیا به زیر پا گذاشتن آزادی های مذهبی محکوم شده است در این میان ادن دوال نماینده شهری که 8 سال در مجلس بوده دولت کنیا را به زیر پا گذاشتن حقوق مذهبی متهم ساخت و اظهار داشت تخریب مسجد جامع در کیبوس یک اقدام غیر اخلاقی، غیر اسلامی و نامناسب بود. این مسجد در سال 1938 ساخته شده و تخریب آن تحت هر شرایطی غیرقانونی و عملی با هدف زیر پاگذاشتن گذاشتن آزادی های امت اسلامی است. وی در ادامه افزود، تخریب مراکز عبادی ممنوع است و ما این عمل را محکوم می کنیم